راه آزادی، میزگردی با اهل اندیشه و تجربه، تهیه و اجرا پری عسگری، برنامه ای از الوند تیوی. درود بر همیهنان نازنینم. آرزو میکنم هر چه که هستید شاد و تندرست باشید. پری عسگری هستم و قصد دارم در این برنامه در مورد پیامدهای کرونا در اروپا و اوضاع سیاسی اقتصادی چین و آمریکا و تاثیر آن بر ایران گفتگویی داشته باشم با جناب فرد صابری، فعال سیاسی در سوئد، و جناب زمان فعلی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در هلند. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید، چرا که ما نیز با شما عزیزان هستیم. درود بر شما جناب صابری عزیز و جناب فعلی گرامی، سپاسگزارم که دعوت من را پذیرفتید. جناب صابری، در گفتگوی چند هفته پیش که با جناب عالی داشتم، وضعیت بدی را برای اقتصاد اروپا متصور بودید، در واقع با وجود کرونا. آیا الان که یک کم در واقع کرونا فرو کش کرده، شما فکر میکنید که وضعیت اقتصادی بهتر بشه، بر همون پایه باشه؟ ارزیابیتون دوست داریم بشنویم. میکروفون در اختیارتون، لطفا بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم عسگری، تشکر میکنم که منو دعوت کردین، به خدمت جناب فعلی به هر دو عزیز سلام عرض میکنم. از این ور دنیا و حال ما در اروپا هستیم، ولی خوب خیلی دور هستیم از همین. که خدمت شما عرض شود که در مورد سوالی که جناب علی فرمودین این هست که بله، من هفته پیشم، دو هفته پیش بود فکر کنم خدمت شما بودیم صحبت کردیم، من پیامدهای کرونا بعد از خود کرونا رو گفتم که کرونا اقتصادی ما اسمش رو گذاشتم که چه اتفاقاتی میفته. شما دیدین که در از این دو هفته هم که بعد از صحبتی که با هم دیگه کردیم، کم و بیش داره همون اتفاقات انجام میشه، ولی نه به اون شدت، ولی این انجام خواهد شد. من وضعیت درستی نمیبینم، به خاطر اینکه حال آقای فعلی هم شرح خواهند داد سر این مسئله، ایشون بیشتر واردن، چون من مقاله ایشون رو خوندم صبح که در اومد، اینا بسیار جالب بود برای من. اینه که ببینید، گرفتاری اساسی این جریان یه گرفتاری ریشه‌ای داره. گرفتاری ریشه‌ای اینم این هستش که از 40 سال پیش، 41 سال پیش شروع کرد سیاست جای خودش رو عوض کرد. یعنی اقتصاد و روی سیاست خیلی چیز داشته، خیلی روش چی میگن، روی این مسئله، یعنی اقتصاد همه چیزی میبرده، یعنی اونها بودن که سیاست مدار انتخاب میکردن، در صورتی که قبلا همچین چیزی نبود. من در مصاحبه قبلا خدمت شما گفتم اینه که امروز که ببینید شما به این بخته هفت دادیم، چون اقتصاد در حال سرگیجه است و نمیدونی چی کار داری میکنه، بیشتر شرکت ها کلی از دست دادن در عرض مدت همین 3-4 ماه گذشته. یعنی شما نگاه میکنید که سیاست مداره که اقتصاد داره که سیاست مداره، شرکت های بزرگ چمیر ملیتی که سیاستمداران انتخاب میکردن سردرگمن و نمیدونم به خاطر همینم هم سیاستمدارا به نسبه خودش سردرگمن. یعنی صبح یه چیزی میگم، بعد از اون یه چیزی میگم. دیروز که آخرین چیزی که اومد بیرون در اتحادیه اروپا این بوده که میتونه درآمد ناخالص خیلی کشورها، تازه کشورهایی مثل سوئد که خیلی کشور پولدار و خیلی مرفه هستش، تا 6% درآمد ناخالص داره پایین. میتونین 6% چندین سال باید طول کشیده بشه تا اینا بتونن اگه همه چی خوب پیش بره بیارن بالا، که من بعید میدونم. بورسا افتاده، صحبت سر اینه که بهره ها رو ببرن بالا. اگه بهره ها رو ببرن بالا، کلی اصلا نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور به هم میخوره.
یعنی که شما یک مرتبه فرض کنید مردم خونه خریدن، اکثرا هم رو مسکن هستش. مسکن وقتی شما با امروز با 1%، 1.5% که بهره میدین خونه میخرین، یک مرتبه اگه این برسه به 3% یا 4%، این کل سیستم کشورها رو به هم خواهد زد. از طرف دیگه اینها در اتحادیه اروپا، یعنی کشورهای اتحادیه اروپا با هم دیگه نشستن صحبت کردن. آخرین گزارشی که دیروز اینا دادن، وضعیت اسپانیا و ایتالیا و یونان و پرتغال رو بسیار فاجعه بار چیز کردن، توصیف کردن و گفتن که این کشورها از اون جایی که 10 برابر بیشتر از اون چیزی رو که قبلا بودین اینا فعلا قرض دارن، یعنی اون لیمیتشون پره، یعنی اینا نمیتونن، حتی اینا قرض هم نمیتونن بدن اینا که اینا بتونن خودشونو بکشن بالا. به خاطر همین من در مقاله قبل خودم هم نوشتم، بارها هم صحبت کردم، این میتونه باعث یک شورش داخلی بشه. از طرف دیگه چین شما میدونین که با این وضعیتی که درست کرده برای دنیا، به مست یه جغدیه که اینجوری نشسته به رصد داره میکنه این شرکت‌های مادر کشورها رو. مثلا فرض بکنین، به طور مثال داره میگم، سیمنز یا مثل مرسدس بنز یا مثل ولوو اسکانیای سوئد یا مثلا در کشور شما، وقتی شما رصد بکنی اقتصاد یک کشور رو که پایش اون هستش، یعنی صنعت یک کشور که صنعت مادرشون هست، شما رصد بکنی رو اون به اینا پول داشته باشن اینو بخوام بفروشن، این خود به خود باعث یک ناهمگونی در جامعه میشه. متاسفانه این مشکلاتی که امروز وجود داره به ما دست به گریبانش هستیم. از طرف دیگه وضعیت کرونا هنوز مشخص نشده، عده میگن باز بکنن، عده آروم باز کردن در کشورهای دیگه و گفتن که اینا میتونن آرام آرام شروع بکنن به بیرون آمدن، ولی با فاصله های مختلف و اینا. من شخصا فکر نمی کنم که حتی اینم جواب بده تا اینکه این یه واکسن یا یه دوایی براش در بیارن اینا. چون این اوکی تابستان الان امکان داره گرمای مقدار بیشتر بتونه ویروس رو از بین ببره، ولی در کل از ویروس رو نخواهد بره. مشکل اساسی فقط کرونا نیست، شما با چندین کرونا با همدیگه مواجه هستین اینا. ولی این کرونا که اومده، این کرونا از روی ریه و نمیتونم گلو اینا وارد بدن میشه، ولی متاسفانه کرونای اولی رو که اینا فکر نکرده بودن و از اون کرونا گذاشتن، کرونای جمهوری اسلامی که 40 سال پیش اومد، به این در بدن تک تک این کشورها وارد شد. اینه که این خودش بالاترین مشکل، اینا الان با چندین مشکل با همدیگه پارالل با چندین مشکل باش موازی هستن. چپ‌ها که تا دیروز با دکتران چپ میرفتن جلو، به سعی میکردن با این دکتران دنیا رو ببرن جلو، یعنی همون گلوبالیست یا گلوبالیست اسلامی که من بیشتر اسمش رو زرم اینا، یا گلوبالیست چپ، اینها میخواستن با گلوبالیست دنیا رو به جلو ببرن. دکتران تو اینها جواب نداد، به این دکتران متاسفانه زمین خورد. به شما دیدین که در عرض 3 ماه یک کرونای معمولی تمام همه چیز رو واژگون کرده، یعنی تمام کشورها رو همه رو سردرگم کرده، هیچ که نمیدونه چی کار باید بکنه. بگذاریم حالا بعضی کشورها، مثل تو در داخل اروپا رو من بیشتر میگم، بعضی کشورها وضعیتشون خوبه، میتونن رو پای خودشون وایستن، بعضی کشورها نمیتونن. ببینین این فاجعه کوچیکی نیست. شما اگه قبل فکرش میکردین هیچ موقع به اینجا نمیرسید خانم. این اصلا فاجعه باره که شما حساب بکن ایتالیا که با 1500 سال فرهنگ و تمدن و این چیزا بیاد رو مجسمه خودش کارتون بذاره به خاطر اینکه یه روزخان از ایران داره میاد اونجا مثلا با اینا صحبت بکنه. خب اینا چی رو میرسونه؟ به خاطر اینکه پول سریع با سود سریع بتونن بیارن تو کشور خودشون، ولی عواقب این جریانات نخواهده، یا چادر بذارن رو سر خودشون برن داخل ایران به خاطر اینکه دو تا چیز بفروشن. ولی این فکر نکردن که اینها همهشون مصنوعیه. این مثل این کسایی مونن که بادی بیلدینگ بازی میکنن که از این دوپینگ ها به خودشون میزنن، یه مرتبه باد میکنن، شما بعد از یه مدت که نمیزنن این بادشون میخوابه، اینا همهشون ضعیف میشن. این جریان اقتصادی اینا هم همینه. شما در عرض 22 سال چین تمام بازار دنیا رو گرفته و از اروپا و
آسیا و نمیدونم آفریقا و همه جا رو گرفته. خب معلومه که اینجوری میشه. آقای چیز یه صحبت خوبی کردم، من کوتاه بگم آقای فری، شما ببینید فقط روی ماسک اینا انحصاری ماسک دادن به چین، اینا حتی یه دونه ماسک نمیتونن تولید بکنن برای کشور خودشون. یه کشور 10 میلیونی مثل سوئد نمیتونه ماسک تولید بکنه که بده. تا الان 3000 نفر در سوئد مردن، یعنی یه چیز فاجعه باریه. اینه که متاسفانه من خوب نمیبینم اوزارو بسیار اسفبار میبینم. فکر میکنم بدتر هم خواهد شد، یعنی بعد از تابستان که بگذره مسئله اقتصادی فشار بیشتری به اون جامعه ها خواهد بود. بله، سپاس از شما جناب صابری عزیز. میام و راجع به اوضاع به هر حال چین بیشتر از شما میپرسم. جناب فعلی نازنین، اگر که نکته نظری راجع به صحبت‌های جناب صابری دارید بفرمایید و بیشتر شما صحبت کنید از اوضاع سیاسی اروپا و اینکه جدیداً به هر حال اروپا یک مقدار هوشیارانه تر در واقع با اون کرونایی که جناب صابری اشاره کردن بهش درک کرده این موضوع و داره در برابر حزب الله در واقع از خودش عکس العمل نشان میده. خواهش میکنم که در این مورد هم برای ما و بیننده ها صحبت بفرمایید. درود میفرستم به شما خانم عسکری، همچنین دوست عزیزم آقای صابری و خسته نباشید به شما دوستان عزیز. در کلیت آقای صابری به اصطلاح مسائل که در شروع اتفاق یا اتفاق افتاده رو بیان کردن، منتها اصل این ماجرا یعنی به شکل ریشه‌ای بخوایم نگاه کنیم به واژگون شدن نظم جهانی که از با آمدن خمینی در ایران آغاز شد و ظرف این 41 سال تا الان آرامش تمام دنیا به هم خورده. کل غربی های اون وقت، یعنی همون چپ های آمریکایی که در ساقط کردن رژیم وقت ما فعالانه اقدام کردن و همین اروپایی هایی که تا الان هم این وجود دارن، این چپ های گلوبالیست در اروپا، اینها به خاطر دسترسی به همون سود ارزان، ببخشید سود ارزان و سوخت ارزان، ببخشید چشم خودشون رو به روی تمام دنیا بستن و گفتن که هر جای دنیا هر اتفاقی بیفته مشکلی نیست، ما خودمون خوش باشیم و همین دایره کشورهای خودشون. اما حال میبینیم که به اینجا رسیده که یک کرونا آمده و اینا به این دریافت قطعا رسیدن که اینجوری نیست شما در خانه خودت بخوای چشمتو ببندی دیگر کشورها رو بدوشی و به خرابی برسونی و سرتو پایین بندازی. الان دارن تاوان سیاست‌های اشتباهشون رو میدن. اینا 40 سال پیش برنامه‌های بلند مدت رو کنار گذاشتن، امنیت پایدار منطقه رو کنار گذاشتن متاسفانه و به خاطر اینی که دست پیدا بکنن به منابع و سوختی که در ایران هست، شاه فقید روی اون سنتی حساب میکرد و برنامه های بلند مدتی داشت، اینها زدن پایینش کشیدن متاسفانه و خودشون الان درش موندن. به اصطلاح یک نوع سیاستی آغاز کردن به شکل کوتاه مدت برای همون سود بیشتر، اما این نمیتونه به شکل بلند مدت پایدار باشه، دوام داشته باشه. متاسفانه مملکت ما رو به این روز انداختن همینا. اما الان با این اوضاعی که براشون پیش آمده قطعا باید تجدید نظر بکنن، همونطور که خودتون هم اشاره کردین این محکومیت یا ممنوعیت فعالیت‌های تروریست‌های حسن نصرالله وابسته به علی خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی در کلیت من به فال نیک می‌گیرم و می‌تونه آغازی باشه بر تغییر رفتار اروپا از نگاه سیاسی، چون که اگر
به خاطر داشته باشید اینا در زمان شاه فقید مدام از بام تو بوقاش و بوقای تبلیغاتیشو میزنین که نقض حقوق بشر در ایران و داد و بیداد. هرچند که اگر همونایی که در ایران شاه زندان کرده بود به اصطلاح به اسم شاه یا اون حاکمیت که الان در مملکت خودشون باشه می بود قطعا اینا خودشون حبس ابد می دادن. منتها الان روی تمام اتفاقاتی که در ایران همین تا چند ماه پیش افتاده اینا به راحتی از کنارش گذشتن که مبادا از سوی جمهوری اسلامی صدمه‌ای به منافعشون وارد بشه. الان که ما از نگاه اقتصادی از نگاه سیاسی میبینیم اروپا یک حرکتی کرده در آلمان که چون که آلمان و انگلیس و فرانسه تبیین کننده سیاست‌های کلان اروپا هستند طبعا این یک نقطه مثبتی میتونه باشه و از نگاه اقتصادی هم قطعا اینا دو راه بیشتر ندارن، یا همونجوری که فرجان گفت باید شاهد فروپاشی اقتصاد خودشون باشن که در عرض همین دو ماه یک ماه و نیم کرونایی که در اروپا شیوع پیدا کرده تولید ناخالص ملیشون تا 7% سقوط کرده و این یک فشار عظیمی میتونه به اقتصاد نیم بند اروپا که در واقع مستعمره چین هست بیاره. اینا هیچ راهی ندارن، یا باید این فروپاشی و خفت مستعمره بودن چین رو بپذیرن یا با همراهی با آمریکا خودشون از این مردابی که 40 ساله برای ما و خودشون ساختند در بیارن. در واقع تبیین سیاست‌های اروپا مستقیما به زندگی مردم ما در ایران ربط داره. اینه که من و فرجان یک مبحثی و مدت تقریبا 2 ماهی داریم روش کار میکنیم، دوتایی بر روش داریم بازش میکنیم، مستقیما ارتباط داره. چرا که اگر اروپا با آمریکا نزدیک بشه قطعا باید اون حمایت ها و مماشات هایی که با جمهوری اسلامی طی این سال ها داشتن چه از لحاظ اقتصادی چه سیاسی باید تجدید نظر بکنه و اون فرمانبردار اون سیاست های آمریکا باشه که الان در دولت وقتش آقای ترامپ داره انجام میده. اگر شما متوجه شده باشید آقای مایک پومپئو روزانه‌ای که حرفی میزند حرف دلمازی، که هیچ حرف اشتباهی ایشان نمیزنه. قطعا اینا با شناخت کاملی که از این حاکمیت وحشتی که در جمهوری اسلامی هست همون حرفای ما رو داره میزنه. اروپا هیچ راهی نداره که برگرده به اون سیستمی که شاه فقید دنبال میکرد. اگر انجام میشد الان همینا وضعشان خوب بود، بهتر از 100% الان بهتر بود، هم وضع ما این نبود. باید برگردن به همون لیبرالیسم ملی، یعنی تولید داخلی رو بالا ببرن. شما اگر نگاه کنید شما هر چقدر چه در سوئد چه در آلمان چه در هلند در کشورهای چه در فرانسه اینها روزگاری صاحب مارک های معتبر و پرکیفیت بودن، مثل همون چیزی که آقای صابری اشاره کرد، مثل زیمینز، ولفو، نمیدونم، یا در همین هلند فیلیپس، از اجناس خورده ریز بازار اقتصاد این کشورها تا تولیدات بزرگشون و تا صنایع بزرگشون بدون استثناء مارک ساخت چین روش هست. این یک از هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی برای اینها بسیار بسیار خفت‌آور بوده. در واقع اینا مثل همیشه تمام چیزها رو اروپایی‌ها زیر فرش کردن و نادیدش گرفتن و به خاطر اینکه مردمانشون رو در سطح همون حداقل رفاه نگه داشتن اما ضربات بزرگی بر پیکره جامعه اقتصادی خودشون وارد کردن و الان توش هم ماندن. بالاخره باید یک هزینه ای برای خروج از مستعمره بودن چین بپردازن. آیا انجام خواهد شد؟ من میگم بله، منتها به شکل پروسه آرام آرام اینا بیرون میارن و این امپراتوری بونجلیسم چینو باید مقابلش وایسیم که این 40 سال تمام دنیا رو در نوردیده
و قطعا این در آینده نه چندان دور به زودی تا همین پسا کرونا ما خواهیم قطعا شاهد این خواهیم بود اروپا برای نجات خودش تن به تغییر رفتار بده در همراهی با آمریکا، که من به چشم نیک به اون نگاه می کنم. سپاس از شما جناب فعلی عزیز. جناب صابری، با توجه به صحبت‌های جناب فعلی، آیا شما فکر می‌کنید که کرونا یک زنگ بیداری برای اروپا و آمریکا در قبال چین بود؟ وضعیت اقتصادی سیاسی الان در چین با اروپا و چین با آمریکا چگونه است به نظر شما؟ بفرمایید. ببینید، نه فقط یک زنگ خطری بود، بلکه سیاست دنیا به طرف همینجوری که آقای فعلی هم گفتن، سیاست دنیا به طرف سیاست‌های ارزشی داریم میره. یعنی با سیاست‌های با اقتصاد میشود سیاست را به سوی ارزش برد، غلط بود. یعنی تئوریش این غلط بود. یعنی این دکتران که چپ غلط از آن در اومد. دکتران تو اینها این بوده که شما میتونی از طریق اقتصادی این کار رو کنی، ولی دیدین که اینها در عرض 3 تا 4 ماه بعد از اومدن کرونا چجوری همه چی به هم ریخته. یعنی اگر یه دکترانتی قوی باشه، حتی در مقابل جنگ جهانی هم میتونه وایسته، یعنی خودش میتونه آماده بکنه. اینها حتی اون آمادگی کوچک هم نداشتن که همچین چیزی. امروز جنگ فقط با آمریکا و چین نیست، امروز بحث سر اینه که اروپا هنوز داره قبول میکنه آرام آرام، لحن صحبتاشون داره عوض میشه. اینها باید با آمریکا برن، چون هیچ راه دیگری وجود نداره. وقتی شما همه چیزای خودتونو، تمام اقتصاد کشورتونو میبرید میذارید در چین، به اونها قراردادهای انحصاری با اونها میبرید که حتی معذور هستین که یک دونه ماسک تولید بکنین، حتی بیشتر دواهای اینا از چین میاد، شرکت ها رو بردن اونجا و اونجا تولید میکنن، به این فکر نیفتاده بودن. به این باید امروز این زنگ خطری که اومد که اروپا رو کاملا بیدار کرده. یعنی مثل اینی که شما صبح میرین و نمیدونین که آیا تصادف میکنی یا نه، بعد با یه تصادف کوچیک شما میبینین که همه بدن همه به هم ریخته، در صورتی که تصادف بسیار کوچیک بوده، ولی شما اصلا این فکر نمیکردین که یه روزی تصادف بکنید. حال این دقیقا مثل اون تصادفی که انجام شده، به اینها به هم ریختن. اولین چیزی هم که اومده، بیشتر این کشورهایی که از خود بی خود شدن تو اتحادیه اروپا و مثل اسپانیا، مثل نمیدونم ایتالیا، که همه تخم مرغاشون رو گذاشتن توی یه دونه کاسه. به شما وقتی تخم مرغ تو بذاری توی یه کاسه، خب این کاسه اگه بیفته، خب همه چیز به هم میخوره، هیچ چیزی وجود نداره. امروز اینا به خاطر همین دست به گریبانن. اینها باید بیان به اون سیاست‌های ارزشی که دنیا داره. نمیشه خانم، در هیچ جای دنیا شما نمیتونی ناصادقانه یک جا رو شلوغ بکنی و تشویق اسلام سیاسی بکنی. خب تشویق اسلام سیاسی تو این 40 سال کی کرده؟ همینا کردن. ماها که دیگه در این کشورها زندگی میکنیم دیدیم تشویق اسلام سیاسی پشت سر هم از این گروه های اکستریم اسلامی در اومدن، بعد اینا همشون اومدن در کشورهای خارج از کشور. نمونش همین حزب الله است که چند روز پیش اینا اومدن. خب شما از اول اصلا نباید میذاشتین که حزب الله در کشور شما بیاد فعالیت بکنه. شما نباید میذاشتین که این اصلا اسلام سیاسی، اینا میگن ما اسلام سیاسی نیستیم، در صورتی که دروغ میگن. چون ماها از کشوری اومدیم، از منطقی اومدیم که میدونیم که اینا با چه روشایی شروع میکنن. اینا از هر روشی شروع میکنن به خاطر اینکه پایدار بمونن. خب اینو وقتی آوردین اینجا، تمام اوضاع اقتصادی سیاسی رو همه رو به هم ریختین. خب میخواستین چی بشه؟ میخواستین که این کرونا اومد خیلی همه چی به خوبی خوشی پیش بره. معلومه که نه، همه چی به هم ریخته. حتی شما سیاستمدارای این کشور رو نگاه بکن. من در مقاله قبلی من نوشتم با خودشم صحبت کردم، یه زمانی شما تو کشورها مثل آدم دوگل داشتیم، مثل آیزنهاور بود، مثل چرچیل بود. خانم شما سیاستمدارای شما رو نگاه بکنید، شما سیاستمدارای شما رو اقتصاد تعیین میکنه که اینا رو کدوم صندلی‌ها بشینن. خب این درست نیست.
یعنی شما تنها چیزی که نمیتونی فکر بکنی به مردم خودت، به جامعه خودت، فقط به فکر اقتصاددانی که جیب اون چجوری پول بده. خب این نادرسته. یعنی شما از اون حالت سیاست ارزشی اومدی بیرون. خب سیاست اگه قرار باشه این باشه، میشه سیاست جنگل. با سیاست جنگل که نمیشه دنیا رو به پیش برد. خب معلوم اینجوری میشه دیگه. شما فقط نمونه های کوچک اقتصادی اینا رو ببینید. شما تو همین 3-4 ماه گذشته رو شما نگاه بکنید، اینا حتی بهداری بهزیستی اینا قادر نبود حتی به جز ماسک چیزای اکسیژن رو تهیه بکنه. اون افراد نداشتن که اون افراد بتونن داشته باشن که بذارن روی این جاها که بتونن کاملا کنترل کنن. متاسفانه نکردن. و از این جریان کیا نصیبشون رفت؟ که افراد و یا شرکت ها و یا کشورهایی مثل چین. خانم چین در تمام جاها از دانشگاه گرفته تا به پایین تا شرکت ها همه چیز رو در دست خودش داره. با اینی که پنهانی کار میکنه، هیچ موقع نمیاد خودش مستقیما دخالت بده در سیاست کشوری، ولی سعی میکنه ضعف اون جامعه رو نگاه بکنه که ضعف اون جامعه در کجاست. وقتی ضعف اون رو پیدا کرد، اونجا پول پمپا میکنه، اونجا میاد اقتصاد اون قسمت رو شکوفا میکنه که اون بتونه تمام رهبری رو دستش بگیره. مثال زدم در مقالات قبلی خودم، شما نگاه بکن تمام این دانشگاه های آمریکا رو نگاه بکن، اکثر این دانشگاه های آمریکا رو، معنی نداره که پولش چین داده بعد روی کرسی های مختلف آدم های خودش میذاره. به خاطر اینکه این جریان گمراه بکنه، خودش مستقیما یه چینی نمیذاره، درکه میاد آدم های خودش که مستعملش هم مثل رژیم جمهوری اسلامی، اونا رو میاره میذاره تو اون کرسی ها. در اروپا هم همین کاری کرده، در اروپا هم به همین وضعیت پیش اومده. در صورتی که خوب شما سارس داشتین، شما قبلا آنفولانزای مرغی بود، ابولا بود، به هر حال اینا بودن، ولی دنیا رو اینجوری به هم نریخته. این چیزی که امروز بحثش هستش و هم آقای ترامپ گفتن، هم آقای پومپیو گفتن، خیلی از سناتورها داره صحبت میکنن، خیلی از دموکرات هم حتی الان زمزمه شداری میکنن از 3-4 روز پیش. یعنی این نه فقط ویروسیه که از حیوان اومده، بلکه اینا فکر میکنن که این ویروس از آزمایشگاه اومده. البته اروپا سعی میکنه دو طرف داشته باشه، هم با اون ور هم با این ور باشه، نمیخواد مستقیما این مسئله رو بگه. خب من دفعه پیشم گفتم اصلا ما فرض بکنیم اصلا این ویروس از حیوان بوده. میشه اگه حیوان بوده، خب شما چرا از اولش نگفتید؟ چرا از اکتبر گذاشتیم تا 28 دسامبر اومدیم گفتیم که این قشنگ همه جا رو آلوده بکنه، بعد اومدیم گفتیم وقتی همه جا آلوده شد، بعد گفت ما وان باز کردیم الان همه داریم میرن سر کار، بعد گفتن نه ما اینقدر کشته دادیم، در صورتی دیگه بعد اومدن گفتن نه ما اشتباه کردیم، کشته ها خیلی بیشتر از این بوده. یعنی هیچ چیز درست و سالم نگفتن. امروز هم میگن نه این از تو آزمایشگاه در نیومده، بلکه این از خود از همین حیوانات و حشراتی بوده که اینا استفاده میکنن، اینا از اون بوده. ولی من فکر نمیکنم، من فکر میکنم، هنوزم فکر میکنم که این شکل شکل وجود داره، به دلیل اینکه اگه واقعی باشه چرا نمیذاریم که شما دانشمندا به پژوهشگرای مختلف در دنیا که همه با هم دیگه در رابطه هستن، چرا بیان اونجا از این کنترل بکنن، تست بردارن، بیان اونجا ببینن که چرا اینجوری شده، از کجا اومده اینجا. اینو گفتم بهتون دفعه پیشم، ایشون بلافاصله بازار رو بستن، سریع هم اونجا رو سمپاشی کردن، همون کاری که جمهوری اسلامی کرد، هواپیمای اوکراینی رو زد، بعد از یک ساعت هم همه رو رفتلیست کرد که کسی اگه اومد اونجا چیزی پیدا نکنه. حتی اگر جناب صابری در واقع ویروس طبیعی هم باشه و از حیوان هم منتقل شده باشه، ولی چین در اشاعه این به جهان خیلی نقش گسترده‌ای داشت، مخصوصا از طریق ایران. و امروز اگر این به قولی ثابت بشه که همه کشورها الان متفق القول هستن، چه بسا چین باید خسارت بسیار سنگینی به جهان بده. من خانم فکر میکنم که تجزیه تحلیل من هست، چین با یک تیر چندین نشان زد. یک نشان این بود که انتخابات آمریکاست که بتونه دولت ترامپ رو ساقط بکنه که این
انتخاب نشد، ولی این فکر نکرد که هر دولتی که بخواد بیاد در آمریکا، چه دموکرات چه جمهوری خواه بخواد بیاد، دنیا داره سیستمش عوض میشه. دنیا زیر بار این نمیره که چین در عرض 22 سال اینجوری گنده شده باشه از لحاظ اقتصادی، بعدش هم اقتصاد تو خالی، میدونین، یعنی با کپی، همه چیز کپی از شما میگیره. من از یکی از دوستان چند روز پیش شنیدم که در یک مارکی به نام برند مال لباس تو اسکادا کار میکنه، گفت آقا اینا میان این چینی ها اونجا اینا رو یکی یکی از این چیزها رو میخرن، بعد دائم هم داره با تلفن خودشون صحبت میکنه، یعنی میگیرن بعد میبرن تو کشور خودشون اینا رو کپی میکنن بعد اونا رو میگیرن. یعنی ببینید اینها با این روش که شما نمیتونید اقتصاد بگردونی. اگر شما ببینید صنعت اینجا، صنعت اینجا 100 سال 200 سال زحمت کشیده چه صنعت اینداستری مدرن شد. شما نمیتونه اینداستری مدرن اینو با کپی به این کار انجام بدی، بعد اون کشور از پا در بیاری. الان تقریبا اینجوری شده دیگه، اکثر این شرکت ها که شرکت مادر خودشون رو بردن در چین و اونجا تولید میکنن به خاطری که براش ارزان تموم شد، ولی عواقب اینه نخوندن. خانم بیکاری دیروز که اعلام کرده سوئد بین کوچیکی بیکاری روی 10، اینا میگن 10%، ولی من مطمئنم که روی 15% به این میره روی 20-25% بیکاری. بیکاری 25% میبینین عواقبش چیه؟ عواقبش خیلی زیاده. ببینین جرم جنایت خواهد تو در جامعه شد پیش میاد. دو اینه که خیلی ها از لحاظ سایکولوژی، از لحاظ بیماری روانی گرفتاری ایجاد میشه براشون. اینا تو همین دو سما رو شما نگاه بکنید دیگه چه اتفاقی داره میفته، یعنی تمام سیستم کشور رو هم میزنه. تمام کشورهای مثل اروپا که با یه سیستم به قول معروف پایه‌ای بیمه و نمیدونم بازنشستگی اینا داره زندگی میکنن، مردم کلی مالیات میدن به خاطر آینده خودشون. امروز کسی که این کشور درست کرده، کشور شما رو درست کرده، کشور آلمان رو درست کرده، کشور فرانسه رو درست کرده، امروز به خاطر هیچ که الان باید در آسودگی بخواد زندگی بکنه در بازشگاه خودش، استرس اینو گرفته که امروز میمیره یا فردا میمیره. یعنی این شده الان اوضاع. یعنی که من فکر میکنم که اروپا با هر تئوری که شما نگاه بکنی هیچ راهی نداره جز اینکه بیاد به اون سیاست‌های ارزشی و انسان دوستانه به پیش بره که اون سیستم قبلی خودش از بین ببره. نمیشه شورش در به طور مثال که ما از اونجا داریم میایم در خاورمیانه انجام بدی به خاطر اینکه سودی میخوای ببری. آوردن پناهنده خانم تو این کشورها، من که ضد پناهنده نیستم، من طرفدار پناهنده هستم، ولی چرا باید پناهنده بیاد اینجا؟ چرا؟ دلیلش چی؟ بخاطر خب کشورش داغون کردی، کشورش نابود شده، طرف بلند میشه میاد اینجا توی سیستم جدید، اصلا نمیدونی سیستم چیه چجوری کار میکنه، میاد توی این سیستم زندگی میکنه. یعنی تو هم ضد حقوق بشر برای اون هستی که میاری، هم ضد حقوق بشر برای اون چیزی هستی که در اون منطقه ایجاد کردی. اینه بهش میگن سیاست های ارزشی. یعنی اینا از اون سیاست های ارزشی که داشتن قبلا در 60 سال پیش، از اون سیاست های ارزشی خودشون اومدن بیرون و به یه سیاست فالس، یه سیاست دروغین به پیش بردن. حقوق بشر رو کاغذ و سود کوتاه مدت سریع در کشورشون بیاد. خب اینجوری میشه دیگه اوضاعش دیگه الان که داریم میبینیم. من فکر میکنم که با این حال اروپا هیچ راهی نداره جز اینکه با آمریکا همپا بشه و بیاد و اون مسئله سیاست های ارزشی خودش رو پیش ببره. خواهش میکنم جناب فعلی، با اوضاع که در اروپا و آمریکا هست و به هر حال تنشی که بین این کشورها با چین هست، حالا چین نسبت به ایران که به هر حال الان ایران در به نوعی در سیطره چین قرار گرفته، اینها رو چطوری میشه ارزیابی کرد و آیا این شرایط سختی که الان بر ایران حکم فرماست و این گرانی که هست مخصوصا با وجود کرونا، با وجود تحریم های آمریکا، آیا فکر میکنید که ما در به هر حال ماهای پیش رو شاهد خیزشی در ایران باشیم از طرف مردم ایران؟
خانم اسکری، ببینید آن چیزی که امروز جهان داره با اون روبرو هست، یعنی روی کاغذ، آمریکا در یک سوی میدان هست به علاوه با 50% از اروپا. اروپا رفتار دوگانه داره، 50%ش به سمت چین و جمهوری اسلامی و مسکو هست. بسته این جدال نمیتونه پایدار باشه، چرا که آمریکا به اصطلاح یک جنگ اقتصادی با چین داره و هرگز اجازه نخواهد داد که چین بخواد به این گستاخی بین المللیش ادامه بده. و از یک سویش هم که ناگزیره، آمریکا ناگزیره که برای خوابوندن مچ چین در ایران سفارتش باز بشه، به جز این هیچ رایی نداره. یعنی باز شدن سفارت آمریکا در تهران، یعنی شما این شرایط الان مهیا میبینید که قطعا دنیا به این سمت میره. یعنی روند تغییر این نظم کلید خورده و کسی هم نمیتونه جلوش ایستادگی بکنه. یعنی یک سیلی که صد بشکنه بخواد بیاد، همه رو با خودش میبره. تغییر و تبیین سیاست های کلان جهانی تغییراتش رو انجام داده و داره این پروسه شروع شده. یعنی چی؟ اون روندی که طی این 40 سال وجود داشته جز ضرر چیزی نداشته. به این خاطر ما میبینیم حتی خود آمریکا اینجوری با جمهوری اسلامی رفتار میکنه و حتی خود اروپا هم یکی به نلبه یکی به میخ داره این رفتار رو انجام میده. و به همین خاطر ما میگیم باید اروپا رفتارش رو شفاف بکنه، یا با این وری یا با اون وری. به همین خاطر وقتی که این گشایش سفارت اسرائیل و آمریکا در تهران تنها باز شدن یک مکان نیست، در واقع ما اونجا دیگه با تولیدهای آمریکایی، اونجا مثل همون زمان شاه فقید ما با تولیدهای پرکیفیت هستیم. یعنی بازار خاورمیانه، ایران یعنی بازار خاورمیانه رو، وقتی که تولیدهای اجناس آمریکایی اونجا باشه، خود به خود چین زمینگیر خواهد شد و جمهوری اسلامی هم تا همین حالا به عنوان یک پلی بین شرق و غرب کار کرده که کلن جز ارسال تروریسم، ارسال بیماری در خدمت این شرقی ها یا همون چینی ها و این روس ها بوده که مملکت رو الان تیول همین دو کشور هستن دیگه. در بدترین شرایط همین توی پرانتز بگم، همین بیماری کرونا یا این ویروس، هواپیمایی ماهان بسیار اصلا دیدین که نه استوب کردن و نه کسی جلودارش بود و در بالاتری و اوج این بیماری به شهرهای چین تردد میکرد. منتها اون چه کم نسبت به مردم برمیگرده، مردم هم هیچ راهی ندارن. الان ما میبینیم در لبنان، در عراق دوباره اون اعتراضاتی که به خاطر همین شیوع بیماری مقداری فتیلش پایین افتاده بود، الان داره بالا میگیره. مردم هم هیچ راهی ندارن و دارن علنا میبینن که یک حکومتی که برشکسته است، هیچ چیش نداره. شما روحانی رو دیدیم که میگفت چرا میخوای 4-0 رو برداری؟ میگه خب 17 تومن از 170 هزار تومن خوشگلتره. نه این خیلی خوب، یعنی اینا نگاهشون به اقتصاد همون یک خرید و فروش پیاز هست. در واقع اصلا مملکت برشکسته شده، اما شما میبینید که بورس جمهوری اسلامی بالاست. این یه مشکلی داره، امکان نداره. یعنی همه چیز به قول دوست عزیزم فرجان، همون بادی بیلدینگ اینو پف کردن. اینجا این میدیه باید سوزن ترکیده میشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با دنیای خارج از خودش هیچ ارتباطی نداره. عین کره شمالی شده دیگه. حالا داره یه مدتی داشت تلاش میکرد به کره شمالی برسه، حالا هم از کره شمالی هم زده جلو دیگه، یه پابره خودش کره شمالی شده و مردم هم راهی ندارن. از یک سو بیماری، از یک سو نمیدونم زلزله میاد، وضعیت معیشت مردمی در سطح عمومی بجز همون طیف اقلیت حاکمیت
به شدت خراب هست، یعنی کارشون با 1,000,000 و 2,000,000 و 5,000,000 درست نمیشه. الان حداقل رفاه در ایران چیزی حدود 7,000,000، یعنی ماهیانه یک کسی که 7,000,000 درآمد داشته باشه میتونه یک زندگی بخونمینی داشته باشه با این چیزی که به وجود آورده، و اینو قطعا مردم بر نخواهند تا هم روزهای اخیر ما اعتراضهای این ور اونوری پراکنده دیدیم، ولی بالاخره این بمب خواهد ترکید و جمهوری اسلامی تا یه حدی میتونه سرکوب امنیتی داشته باشه، بگیر و ببند داشته باشه، ولی وقتی که دیگه واقعا مردم فلج بشن راهی نیست. مردم باید برای یک زندگی بهتر و که با جمهوری اسلامی میسر نیست باید به میدان بذارن و خواهند هم گذاشت، و من همینجا به شما قول میدم به زودی این جریان خیابانی مردم شروع خواهد شد یه مقداری، چون که دیگه الان فرقی براشون نداره. نهایت اونا که مردم یادمون هست خیابان می اومدن یه چیزی برای که شناسایی نشدن ماسک میزنن، الان همون ماسک میزنن هم در مقابل جمهوری اسلامی، هم برای همون به اصطلاح مقابله با همین کرونا. ولی در هر صورت تغییرات در جریان هست، باید این نظم سیاسی به جای خودش برگرده، سیاست باید اقتصاد رو مدیریت کنه، و این نکته هم بگم که این دوتا از هم جدا نیستن و بسیار اینا خواستن این دوتا رو به اصطلاح مثل همون جریان حقوق و بشر و سیاست از هم تبیینش بکنن. اینا توی بحث حقوق و بشر و سیاست هم بسیار تلاش کردن روی اروپا که از هم جدا بکنن، سیاست رو از حقوق و بشر جدا بکنن، اقتصاد رو در خدمت با اقتصاد سیاست رو به اصطلاح به جلو بردن. تمام این نظم دنیا رو اینا به هم دارن. کیها؟ گلوبالیسم ها، نمیدونم گلوبال اسلامیست ها. کلن باید این نوار قطع بشه و به عقیده من کلید خورده، اما زمان میبره، ولی ما روز به روز شاهد این تغییرات خواهیم بود در صحنه دنیا. سپاس از شما. جناب صابری گرامی، آقای فعلی از زندگی بهتر در آینده نزدیک در واقع صحبت کردن. آیا شما چگونه میبینید اوضاع و ما واقعا به، یعنی مردم منتظر ما به این آزادی و رفاه به زودی میرسن یا نه؟ من شکی ندارم که این اتفاقی که افتاده، یعنی کرونا، یه زنگی بوده خطر برای اروپا و خیلی خوب شده برای مردم ایران، به خاطر اینکه بیدار کرده جهانو و نشون داده. خیلی از من دوستان سوال کردن در داخل ایران که شما فکر میکنید که مثلا اوضاع ایران چجوری میشه. من گفتم این اوضاعی که شد برای ایران خیلی خوب شد، نه، یعنی نشون داد که آقا تو نمیتونی با زور مردم ایران رو تزریق بکنی تو مغزشون که آقا شما لیاقت شما همین جمهوری اسلامی، در صورتی که مردم ایران لیاقتشون جمهوری اسلامی نیست. مردم ایران طرفدار سیاست‌های ارزشی هستند، به همدیگه احترام میذارن، مردمان مهربانی هستند. و شما 40 سال این مردم له کردید، یعنی له کردین هر جاش که دیگه اونقدر دیگه له شده بود که دیگه صداشون تو خیابون و کشتن و شکنجه نشون. اینا یه دونه اعلامیه حقوق بشر دادن بر علیه ایران، یعنی عملا کاری برای مردم نکرد. ولی من فکر میکنم، من بسیار روشن میبینم و اینی میتونم به شرمنده ها و بیننده های شما بگم که ایران یک آینده بسیار بسیار روشن میخواهد. ولی اینم بدونید تو هر سیستمی که میخواد عوض بشه، یعنی در تغییر این سیستم یک سری زیر این دست پا له خواهند شد، یعنی یک سری نابود خواهند شد. حال مردم ایران چیزی ندارن که نابود بشه. مردم ایران 40 سال نابود شدن زیر دست پای این جمهوری اسلامی. مردم ایران هیچ ندارن که از دست بدن، چون بخاطر اینکه هر چی رو داشتن از دست دادن تو این 40 سال. تو این 40 سال انسانیت خودشون دادن، اخلاق خودشون از دست دادن، اقتصاد خودشون از دست دادن، کشورشون یک جوری از دست دادن، همه چیزی ندارن از دست. این اروپاست که به نظر من شخصا
این اروپاست که باید بیاد به خودش به فکر بکنه که آقا دیگه تمام شد. شما تمام کشورها رو نگاه بکنید، توی کشورهای دنیا رو هر جا رو شما میریم میبینین این ایرانی ها یه نقش به سزایی دارن در اون کشورها. از لحاظ تحصیلات آدم های اولی هن، از لحاظ اقتصاد آدم های درستی هن اول قرار دارن، از لحاظ نمیدونم اجتماعی همینجوری. بس اینا میتونم خودش یه پلی باشه بین اروپا و ایران، بین آمریکا و ایران، بین نمیدونم تمام این کشورها، یعنی یه پل بسیار قوی میتونه باشه. به اینها میتونن تمام این چیزهایی که این سالها یاد گرفتن میتونن اینو ببرن در اون کشور پیاده بکنن. و من فکر میکنم، من بسیار روشن میبینم و من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی، نمیتونم بهتون بگم چه تاریخی، ولی میدونم که اون روز یاد دور نخواهد. جمهوری اسلامی هیچی نداره برای تا دیروز میدونه اسپاریا و نمیدونم این چیزا بخواد گول بزنه دنیاره، ولی امروز نمیتونه دیگه گول بزنه. جمهوری اسلامی نه پول داره، نه سیاست داره، نه دیپلماتیک داره، هیچی نداره که ارائه بده. چی داره ارائه بده؟ تروریستش هم دیگه نمیتونه. ببینید دوم تروریستش هم به پول ایران وابسته میدونه. ایران وقتی اقتصاد نداره نمیتونه پول به تروریست ها برسونه. اینها امروز بهتون اینجوری راحت بگم، با آقای فعلی هم داشتم صحبت کردم، یک کشور 85 میلیونی رو میتونم به جرئت بهتون قسم بخورم که اینا با 500 هزار تا آدمای سپاه و نمیدونم طرفدارای خودشون، با 500 هزار نفر این مردم داره اینجوری به جرئت میبره. اصلا مردمی که در از لحاظ اجتماعی که ول کردن معمول خدا، مردم داره کار خودش میکنه، اصلا هیچ ربطی به این دولت نداره. این دولت برای خودش میاد یه کاری انجام میده تو خودش. اینا یه 500 هزار نفر آدم دارن، یعنی جیره خار دارن، به اینا پول پلا میدن که این کارا رو بکنن. خارج از کشورم که خودتون دارین میبینین دیگه، آدماشون دارین میبینین دیگه، انواع اقسام نمیدونم چیزا رو دارن میان چه تبلیغ جمهوری اسلامی، چون چیزی از جمهوری اسلامی نمونده دیگه بخوان ازش تبلیغ کنن. من بسیار روشن میبینم در جواب سخنان شما، فکر میکنم که مردم ایران یک آینده بسیار بسیار روشنی خواهند داشت. به مردم ایران در این 40 سال یه تکان بسیار بسیار قوی خوردن از هر لحاظ که خدمت شما گفتم. امیدوارم که این تجزیه تحلیل من درست باشه، امیدوارم که صحبتایم که آقای فعلی کردن همینجوری باشه. من بسیار روشن میبینم، با آقای فعلی کاملا موافقم. سپاس از شما جناب صابری عزیز و جناب فعلی گرامی. امیدواریم که در واقع حمایت جهانی پشت سر مردم ایران باشه و روزهای روشنی در ایران به زودی تجربه کنیم. و در پیوست با صحبت‌های شما، من هم بر این باور هستم، همونطور که شاهد هستیم گروه سپاه قدس دارن از سوریه بیرون می‌کنن و به هر حال بازوهای جمهوری اسلامی در منطقه تحت فشارن و در واقع به شدت، نه اینکه تحت فشارن، به شدت سرکوب میشن. و به هر حال اروپا هم داره هوشیار میشه. اگر نمیخواست که از این خواب گران بلند بشه به خاطر به هر حال اون داد ستدهای پر فایده که برای اروپا داشت، ولی کرونا به قول شما باعث شد که اروپا هم بیدار بشه و ناچار هست که در کنار آمریکا قرار بگیره. باید انتخاب کنن و به تصور من هم اروپا در کنار آمریکا ناچار میشه که بیسته. سپاس از شما عزیزان و به اتفاق شما با بیننده های این برنامه بدرود میگوییم تا درود دیگر و سخن دیگر. پاینده باشید.